کریستیانو رونالدو اسمیه که برای تحسین و اینکه خیلی عالی بازی کرده تو این جام جهانی بیشتر از هر کس دیگه مطرح میشه. درسته که حالا امروز با نتیجه‌ای که ساعتی پیش تیم بلژیک به دست آورد 5-2 تونسته بود لوکاکو مهاجم بلژیکی منچستر یونایتد هم تونسته به اندازه رونالدو گل بزنه، ولی که خب یک نکته رو فراموش نکنید که کریستیانو رونالدو هم از لحاظ آمادگی جسمانی فوق‌العاده است، همین که فوق‌العاده بازیکن متعصبیه در مورد تیم ملی کشورش. اما مهمترین نکته اینجاست که جام جهانی یک صحنه برای رونالدو که سال آخر قرارداد خودش با رئال مادیده و ارزشش در بازار بعد از نمایشی که توی جام جهانی داشته مشخص خواهد شد. یعنی اینطور بهتون بگم که هرچی رونالدو بهتر بازی بکنه، هرچی که بیشتر گل بزنه، قیمتش توی بازار بالاتر میره. ولی تو همین صحبتایی که با بازیکنای تیم ملی می‌کردیم، خب یکی به شوخی گفت، حالا شاید هم جدی گفت، گفتش که ایران 23 تا کریستیانو رونالدو داره و میشه اتفاقا نگاه کرد به این مسئله به یک حالت مشابه که خیلی از بازیکنای ایران که توی خارج کشور بازی میکنه، حتی اونایی که داخل هستن میخوان برن خارج کشور، این جام جهانی هم برای اونها جایگاهیه که بتونن هم قراردادهای بهتری بگیرن و مشخصا آینده حرفه‌ای خودشون رو تعیین بکنن یا اینکه از ایران بخوان خودشون رو به اروپا برسونن. بنابراین از لحاظ انگیزه دو تا تیم چیزی کم ندارن، ولی که خب کیروش هم یک مشکلات ریزی با کریستیانو رونالدو داشت. فراموش نکنید در سال 2010 وقتی که پرتغال از جام جهانی حذف شد و خبرنگارا از رونالدو پرسیدن که چرا از مسابقه بیرون رفتی، گفتش که از کارلوس کیروش بپرسین. یه اختلافاتی هنوز هستش که بینشون خیلی وقت زیادی باقی مونده. صحبت آخر کارلوس کیروش امروز با خبرنگارای پرتغالی که گوش می‌کردن و در همین مورد ازش پرسیدن، میگفتش که رونالدو اتفاقا از نظر شخصیتی هم در این سال‌ها پیشرفت کرده و آدم خیلی بهتری شده. فکر می‌کنم تا یه اندازه می‌خواست این مشکلاتی که بود رو سعی بکنه که کم رنگ‌تر جلوه بده.